سلام و درود. بچه صدا و تصویر خوبه؟ من اول میخوام یه ذره چند تا دلمه دارم اینا رو بخورم، حالا باز با هم بیشتر صحبت میکنیم. اول بگیم ببینیم صدا و تصویر خوبه. صدام چرا اینقدر آرومه؟ سلام سلام، مرسی مرسی. صدا و تصویر هم عالی. اوکی، بذار این دلمه رو نشونتون بدم، میخوام چی بخورم اینا رو نشون بدم. بعد این دلمه رو میبینین، دلمه و یه ذره ماست و یه ذره چند تا شیرینی دانمارکی. دوتا هم اینجا نون پنیر دارم، بعد اونجا هم نبات و این هولدر رو، اینم چایی و چند تا هم آجیل دارم اینجا، یه دونه هم سیگار دارم اینجا، شاید سیگارم بکشم. دیگه دیشب، نه دیشب دیگه نتونستم بیام لایف. مرسی. بزنیم حالا دولمم بخورم ببینم چطوری. البته خوردم، هم یه دو سه تاشو خوردم. از تولد آورده. نه این دلمه هم دلمه حاضریه، نه اینکه خونگی باشه. بعد تو قنادی بودم این شیرنی های دانمارکی رو بخرم، دیدم اونجا دلمه هم داره با. بعد دیگه هم شیرنی هم دلمه، هم دوتا از اون نون پنیرای مخصوصه، حالا اونا هم قرار بخورم. بعد تو خدا بگید از کجا وضعتون خوب شده؟ با من همیشه وضعم خوبه دیگه، چی یعنی چی بگم کجا؟ من همیشه همینطور زندگی کردم. برو لایو های من ببین. نون پنیر هم خوردیم، با عشق خوردیم، با آرامش خوردیم، دلمه هم خوردیم، نمیدونم چلو کباب هم خوردیم، فرقی نداره. غذا غذاست دیگه. آی چه فرق میکنم؟ این فرق رو ما درست کردیم. این کباب، این فرق داره. این نون و پنیر هم جایگاه خودش رو داره. دلمه حاضر از کجا میخرید؟ از میگم رفته بودم اتفاقی تو قنادی، دیدم اونجا یه سینی دلمه تازه عالی دارن، گفتن که تست کن. تست کردم دیدم عالیه، گفتم یه نیم کیلو بده دیگه. اصلا نمیدونم قیمتش هم چقدر شد. قیمت هم بپرسین نمیدونم. علافم، حالا اسمشو نمیدونم، شاید این علافیه دیگه. علافی هم باشه باز خوبه، شما هم توصیه میکنم علافی زندگی بکنم. مرسی نگار. من اصلا از دیروز درست حسابی چیزی نخوردم، کلن اشتهام کور شده بود، ولی الان خوبم، دارم میخورم دیگه. سلام بر صدرای نازنینم،
چقدر عشق تو صدرا، عشق به تمام معنا، شعور، شعور بی نهایت، با شعور بی نهایت مهربون فهمیده. یعنی این شعور از کجا میاد نمیدونم، ولی کمتر آدمی من دیدم به شعور صدرا. برای همون هر لحظه هر اراده‌ای بکنه من کنارشم، هر کاری داشته باشی، هر مسئله‌ای باشی، حتما و حتما و حتما کنارتم. صدرا نازنین هنوز تا الان، آره تا الان که ما ارتباطمون بیش از حد خوبه، عالیه. من از لفظ مادر و پسری و نمیدونم داداشی اینا خوشم نمیاد، ولی حس میکنم که اصلا وقتی باهاش صحبت میکنم حس رفاقت، حس نزدیکی، انگار اصلا انگار مادرم. انقدر که این زن فهمیده است، مهربونه، باشعوره، همین دیگه. این شلوارک معروف هم تا تو پامه ها باید گل ریزون بکنیم، یه دوتا من شلوارک دیگه بگیرم. لایو امیر رو دیدی؟ نه لایو امیر رو ندیدم، نمیدونم در مورد چی بوده لایو امیر، حتما در مورد من بوده که داریم میگین دیگه، نمیدونم. من اصلا لایو ها رو واقعا دنبال نمی کنم، نه اصلا حوصله‌ام میکشه. حس بدی به وحید دارم از همون اول، نمیدونم چرا. خب اگر این حس بدت آزارت میده و اذیت میشی، میتونی یه حداقلش یه تماس ویدیویی با من داشته باشی، صحبت بکنی، شاید که این حست از بین رفت، به هر حال واقعی تر میشه اون حست. اگر اذیتت میکنه، نمیکنه که خب دیگه بیخیال، دیگه دکمه ضرب در لایف رو بزن، خودت رو ناراحت نکن. میشه یه راهکار عملی برای مواجهه با حس بدت. دلمه ها چقدر خوشمزه هم، دقیقا مزه دلمه خونگی میده. بیا گم شو آدم کثیف و نجس. بابا نگین اینا رو، نگین. شما رو اصلا نباید ریموف کرد، همینطوری بگین دیگه. خوبه خوبه، کامنتاتون خوبه، کامنت بدین. میگن وحید دروغ میگه، زشته، کتوله هست، آویزه. آقا من گفتم دیگه، باید یه بار کلن قد و وزن و هیکل و اندام و عرض و طول و کلوفتی نازکی و همه چیز رو بنویسم توی یه پستی پست کنم که دیگه براتون سوال نشه که قد من چقدره، قد نمیدونم وزن من چقدره، حالا اسمش کتوله هست یا کتوله نیست، نمیدونم هر چیزیه، مهم نیست. من کار خودم رو میکنم و با این چیزا اصلا نه حس تحقیر میکنم، نه میتونین این حس تحقیر رو به من بدین، مگر اینکه کسایی که واقعا در ارتباط مستقیم و رفیق نزدیک من باشن، آره اینا قطعا تأثیر دارن رو من، میتونن ناراحتم بکنن و هم.
نمیدونم حالا در مورد امیر هم هی میپرسیم، من نمیدونم محتوای لایو امیر چی بوده در مورد من، ولی خب آزاده در مورد من هر صحبتی بکنم، همونطور که همه آزادن. من لایو چت دیشب رو هم دیدم و میتونن هر کسی آزاده در مورد من صحبت بکنه، من جلوی کسی رو نمیگیرم و نمیتونم هم بگیرن، من زورش رو ندارم. اصلا میخواییم صحبت بکنیم که بزنین حرفاشون رو بزن، و اصلا با درست غلط بودن حرفاشون هم کاری ندارم، همون بهتر که حرفشون رو میان میزنن و عقده هاشون رو بیان مطرح بکنم. بارها و بارها من تو گروه خودم هم چندین و چند بار گفتم بچه ها هر ناراحتی از من دارین بیان مطرح کنین، اصلا به ناراحتی من هم فکر نکنین که من الان از صحبتهای شما میخوام ناراحت بشم ناراحت نشم، اصلا این برای شما مهم نباشه، مهم اینه که شما حرفاتون رو بزنین، من ناراحت بشم برای ناراحتی خودم راه حلی پیدا میکنم و اون ناراحتی رو برطرف میکنم، شما حرفتون رو بزنین. من در مورد امیر هم واقعا هیچ مشکلی با امیر ندارم، هنوزم دوستش دارم و ما خیلی با هم اوکی بودیم، رفیق بودیم، اصلا قبل اینکه با هم کار بکنیم، کار ما بر من اون کار زیاد مهم نبود، اون رفاقت بر من خیلی مهم تره. و به هر حال که کاری هم با هم انجام دادیم تموم شد، حالا به هر دلیلی این ارتباطه، حالا یا موقتا یا دائما، من در مورد آینده نمیدونم، ولی خب فعلا که قطع شده، حالا ببینیم که در آینده چه اتفاقاتی پیش میاد و چه تغییراتی. آدم ها هر روز تغییر میکنه، احساساتشون، عقایدشون، برخورداشون، یعنی هر روز آدم سورپرایز میشه از اینکه مثلا فلان کس چرا این برخوردو کرد. و هیچ مشکلی هم نداره، ما نمیخوایم کسی خودش رو سانسور بکنه، همه خودشون باشن، به نظرم ارتباطات خیلی بهتر، خیلی سازنده تر پیش میره. من با امیر هم میگم هیچ اختلافی ندارم، هیچ اختلافی، ولی خب کسی بخواد از من فاصله بگیره خب گرفته دیگه. بارها و بارها گفتم من با بودن کسی، مثلا من با امیر هستم حالم خیلی خوبه، با هم کار میکنیم، میگیم، میخندیم، با هم زندگی میکنیم، ولی وقتی نیست هم بازم من همون روال خودم رو دارم و به هر حال زندگی خودم رو میکنم، بگم من الان افسرده میشم، ناراحت میشم، ای وای الان فلان مثلا فلان کس نیست، واقعا بر من مهم هست، ولی آنچنان تاثیرگذار نیست که روی زندگیم، روی روزمرگیام تاثیر بذاره و بگم افسرده شدم، ای وای ناراحت شدم، قصه بخورم، الان فلان فلان کس نیست. بعد همین، لیلی تو لایف چت مدل حرف زدن، من خودم لایف چت رو شنیدم، شما نمیخواد دو به همزنی بکنیم. بعد من خودم حرفا رو شنیدم، حالا قابل تایید هم خیلی جاش نیست، ولی خب حرفاش رو زد، ولی به قول معروف یه سوزن که یه چوال دوست که به من میزنی، یه سوزن هم به خودت بزن. و آیا تحمل افشای زندگی خودت رو داری؟ با اینکه من همون روز اولی که وارد زندگیت شدم گفتم همینجا من کاری ندارم لیلی، راحت باش کنار من،
هر کاری میکنی بکن. برای من نه میخوام قضاوتت بکنم، نه اصلا جلوت رو بگیر. هر کاری دوست داری بکن، برای خودت داشته باش. و میخوام این رو بدونی که هر کدوم از ما مخفیکاری‌هایی داریم، با هر انگیزه‌ای یه جایی نمیتونیم صحبت بکنیم، یه جایی سکوت میکنیم به هر دلیلی، و یکم سنجیده تر رفتار کن. من قبل از لایف چتت هم بهت گفتم من اصلا نمیدونستم لایف چت هم میخواییم بذارین، هماهنگ شدین با تیمتون و میخواییم صحبت بکنین، اصلا هم مهم نیست. اون روز هم بهت گفتم، تو خونت هم یک بار این رو گفتم، گفتم بازی بازی با من نبازی، من چیزی برای از دست دادن ندارم که بگی از آبروم بترسم، از نمیدونم ملاحظاتی داشته باشم. من از هیچ چیزی واقعا شایدم بترسم، ولی برام مهم نیست دیگه. من افتادم تو این مسیر و خودم رو سپردم به دست اتفاقات زندگی، ببینیم که چطور پیش میره. من رو تهدید نکن، من رو اینطوری به چالش نکش. اگر ناراحتی مشخصی داری، شما الان تو لایف چت دو ساعته دیشب جمع‌بندی بکنیم ببینیم که اصلا به چه دستاوردی داشت این لایف چت. آیا ناراحتی مشخصی از من گفته شد، حالا چه شادی باشه، نمیدونم چه لیلی باشه یا هر کسی دیگه، آیا ناراحتی خاصی از من گفته شد، آیا مسئله‌ای حل شد، آیا راهکاری پیدا کردم برای اینکه این ارتباط بهتر بشه؟ شاخ و شونه برای من نکش. خودت میدونی منم به احترام اون روزهایی که کنار هم بودیم، دوباره فعلا یه مقدار سکوت میکنم و نمیخوام بعضی حرفا رو تو فضای عمومی، تو فضای مجازی گفته بشه. و ببین کامنت هایی که تکرار میشه، احمد رضا رتمن ریموف کن، بعضی ها سوزنشون گیر کرده، هی مدام همون سوال رو میپرسن، لطفا اونا رو ریمووش کن. نه بلاک ها، بلاک نکن کسی رو، فقط لطفا چیز کن، ریمووشون کن. و اینکه آره هر کسی دیگه، حالا هر کسی از آب گلادود میخواد ماهی بگیره، حالا محسنش باشه، نمیدونم اون مجیدش باشه، یا به هر حال خودشون میدونن که چه اتفاقی افتاده. اگر شعور و معرفت و رفاقتی حالشونه، این کار رو با من نمیکردن، حداقل مشکلاتشون رو میومدن با من مطرح میکردن به جای اینکه تهدید بکنن. من الان پیوی لیلی رو بهتون نشون بدم، واقعا شرم‌آوره، شرم‌آوره تو بیای با من با اون لحن صحبت بکنی و بیای من رو تهدید بکنی، بیای به این که یا لایف های من رو پاک میکنی یا من دهنم رو باز میکنم، دیگه برای تو خیلی بد میشه، بد بشه. تو کی رو داری تهدید میکنی؟ تو کی رو داری تهدید؟ من بارها و بارها تو این یک ماه و چهل روز اخیر گفتم دلیل نگفتن بعضی چیزها این نیست که من میخوام مخفی بکنم، من چیزی رو نمیخوام مخفی بکنم، ولی بعضی جاها به خاطر بعضی مساله و بعضی چیزایی که به هر حال من تو این جغرافیا زندگی میکنم، بعضی جاها سکوت میکنم بل اجبار، نه اینکه میخوام مخفی بکنم، نه اینکه از شما دروغی از من نشنیدین. شما پرسیدین فلان کس کنارته، من گفتم یه مهمونه هستی که شما حرف حدسی میتونین در مورد من بزنین. من نگفتم که مثلا نمیدونم الان سارا پیش من، نمیدونم فلان کس پیش من. شما از من پرسیدین، گفتم که هیچ، من نمیخوام در مورد جایی که هستم صحبت بکنم. آره الان بچه من شمالم، در مورد دوکیشن هم نمیخوام الان صحبت بکنم، نه اینکه دروغ بگم من شمال باشم بگم من جنوبم، نمیدونم فلان کس پیشم باشه بگم نه یه کسی دیگه ای پیشمه. مطلقا اگر کسی موردی از دروغهای من داره بیاد و من سعی میکنم اون دروغم رو به هر نحوی جبران بکنم و بگم که آقا من اینجا اصلا دروغ گفتم. و اینکه حالا اصلا گیریم که من یه جاهایی دروغ گفتم، دروغ که نگفتم از همون ترسه میاد،
از همون ترسی که از آدمایی مثل بعضیاتون، آره میترسید، مخصوصا مهسا میترسید، میترسید از این برخوردای وحشیانه، میترسید از این برخوردای که قضاوت بکنین اصلا ندونین که تو زندگی آدم ها چه خبره، فقط ظواهر قضیه رو ببینین. و هر کسی تحمل این کامنت ها رو نداره. حالا من تحملش رو دارم، من میپذیرم، من دارم میخونم، الان 600 700 نزدیک 700 نفر تو لایبن. هر کامنتی هم میدین هیچ مشکلی نداره، من میخونم. و چی اتفاقاً درو من هیچ کسی رو، اگر لیلی و شادی افشایی کردم بس دیبا هم، اتفاقا امروز من با یکم یه چند دقیقه با دیبا هم چت کردم، البته خود دیبا به من پیام داد، بعد گفتم به هر حال خجالت آوره، من تا با تمام وجودم کنارتون بودم، شما رو خانواده خطاب میکردم، هر کاری از دستم برمیومد براتون میکردم، حالا چه لیلی باشه، چه شادی باشه، چه امیر باشه، چه دیبا باشه، چه دنیا باشه، یا هر کسی دیگه، من با هر کسی ارتباط گرفتم، سعی کردم بهترین خودم رو کنارشون داشته باشم، حالا چه به لحاظ فیزیکی، چه به لحاظ صحبت کردم باهاشون، ایجاد فضایی که بتونن صحبت بکنن در مورد مسائلشون. و نمیخوام مظلوم نمایی بکنم، ولی واقعا حق من این نبود، این لایف چت کذایی مزخرف نبود که بیاین در مورد من اون صحبت ها رو بکنی، اشکال نداره بکن، هر حرف دیگه ای هم داری از اینجا دارم بهت میگم، من رو از هیچ چیزی نترسون. باز هم میگم من پشت هر کاری که کردم هستم، هر کاری که کردم هستم. نهایتش چیه؟ نهایتش یه جونیه که فقط اونو دارم الان، داراییم اونه، و اینم میتونین از من بگیرین، حالا شماها باشین، نمیدونم، بزنین اینم حق تو بیسی. خب باشه، شماها رو من ریموو میکنم چون حوصله واقعا این کامنت ها رو ندارم، بهتر برین شماها بخوابین و برین تو لایف های دیگه، اگر انتقادی از من دارین میتونین بکنین و صحبتاتون رو اونجا ادامه بدین. من نمیخوام دیگه صحبتاتون توی پیج من باشه و اصلا نمیخوام تحملتون بکنم بعضیاتون رو. و قطعا که گفتم من یه جونی دارم که نهایتش چه اتفاقی میخواد بیفته، این جون منو میخواین ازم بگیرین، ولی باز هم خودم رو زندگی کردن، کاری که دوست دارم رو دارم میکنم و لذتش رو میبرم، هر احساسی، هر کاری، هر مسئله‌ای که بر من پیش اومده خواست خودم بوده و لذت خودم بوده، به کسی هم آسیبی نزدم، به هر کسی آسیبی زدم بیان بگم. حالا اصلا یه چیز خنده داره، الان مثلا بیای بپرسی 10 بار از شادی، بپرسی که شادی الان مسئلت با وحید چیه، ناراحتیت از وحید چیه، نمیدونم وحید اومدی من فوش خوردم، خب دعوت نمی کردی تو، مگه نمیگی چندین ساله فالوئر وحیدی، تو مگه نمیدونی که دورو بر من چه خبره، تو مگه نمیدونی که وقتی کسی با من ارتباط میگیره تهدید میشه، توهین میشنوه، مورد اهانت قرار میگیره، اونم به حد خیلی کم، به حد خیلی کم. من میدیدم دایرکتت رو، تو بیا دایرکتت رو با دایرکت من مقایسه کن. خب دعوت نکن، برای چی دعوت میکنی؟ مگه من اصراری کردم که تو من رو دعوت، مگه من شادی میشناختم، مگه من لیلی میشناختم، لیلی اون زمانی که با من تماس گرفت سر اون استوری که من کرده بودم که بچه ها من
هر کاری تو خونه هاتون داشته باشین انجام میدم داوطلبانه، هیچ پولی نمیخوام. نمیدونم یکی بخواد زبان یاد بگیره، یکی بخواد خیاطی یاد بگیره، یکی بخواد نمیدونم انباریش رو تمیز بکنه، تو هر کاری میخوام مشارکت بکنم برای اینکه بران اون ارتباطات برای من خیلی مهمتره تا اینکه بیام مثلا یه کاری بکنم بگم آقا 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون به من پول بدی. من اون رو نمیخوام. من از پولم میگذرم، من از اون منافع مالیم تا حد امکان میگذرم تا با اون آدم بتونم زندگی بکنم و همین ها رو بشه. اینا بر من درسه. همین ها که وقتی شخصیت واقعی آدم ها، نه واقعی آدم ها، یه بودی از شخصیتشون رو میشه، این بر من خیلی با ارزشه، خیلی مهمه و این رو نه با پول میشه مقایسه کرد، نه با مادیات میشه مقایسه کرد و من این رو میخوام. من از تمام ارتباطاتم این رو میخوام و سورپرایز هم باز شاید میشم گاهی، ولی باز خیلی کمه. یعنی عادت کردم به این نوع برخورد آدم ها، به این نوع نمک به حرومی و بیچشم رویی بعضی آدم ها که بیان ناراحتیشون رو جور دیگه ای مطرح بکنن. و الان شما مسئله لیلی رو در نظر بگیرین، من نزدیک 1 ماه تا 40 روز عین یک کارگر تو خونش کار کردم بدون 1 ریال دریافت هزینه. تو چه سرویسی به من دادی؟ تو چه جوری کنار من بودی؟ همین کنار بودن من رو بیا توصیف کن ببینیم چه جوری کنار من بودی. روز 1 بعد ما غذا خوردیم میخوابیدی تا ساعت 3 و 4 لنگ ظهر، بعد میگفتی که حالا من 2 ساعت کار دارم، باید نمیدونم اوکی بشم، بدنم بالا بیاد، بعد حالا بریم یه خرید بکنیم، نمیدونم، یا یه بعد غذا خوردی تو حتی یه چایی برای خودت نمیتونستی درست بکنی، حتی یه قهوه نمیتونستی برای خودت درست بکنی و میومدی میگفتی که وحید قهوه های تو خوبه، وحید حالا من حال کار کردن ندارم، وحید من غذا حال غذا پختن ندارم. تا حد امکان کنارت بودم، همه جوره کنارت بودم، هر کاری که از دستم بر اومده و تو اون خونه انجام دادم، حتی کارهایی که من تو خونه خودم اگر باشه اون کارا رو انجام ندادم، ولی انقدر حس خوبی به خونت داشتم و حس می کردم که خونه خودمه، با تمام وجود تو خونت بودم، کار کردم، هیچ منتی هم نداره، خواسته خودم بوده. ولی در جوابش وقتی این برخوردار رو می بینی و در جوابش وقتی این صحبتها رو می شنوی و فکر می کنی که الان مثلا من داری افشا می گو، بابا من از خدام اینا رو بگم، من از خدام همه ی ارتباطاتم رو بگم، اصلا آرامش من در من جنگم با شماها، با مخصوصا تو، تویی که میگفتی وحید تو رو خدا اینو نگیا، وحید تو رو خدا اونو نگیا، تو در مورد شادیم ارزه این رو نداری بیای حست رو به شادی بگی، از آب گلالود داری ماهی میگیری. تو بودی که میگفتی ریخت شادی رو نمیخوام ببینم، تو بودی که میگفتی من از این ارتباطات هیچی نمیخوام، هیچی نمیخوام، فقط خلوت خودم رو میخوام. تو بودی که تو مسئله شمال حالا توی لایف چت میای مطرح میکنی که نمیدونم من گفتم امیر و شادی بیان وحید نذاشت. آخه مین سگ داری دروغ میگی، تو این سگ داری دروغ میگی، چون کسی که گفت شادی و امیر بیان من بودم، تو گفتی ولشون کن اینا رو، ولشون کن، برای چی بیان، برای چی بیان اینا، اینا که با مجید ارتباط دارن، اینا که اینطوری ان اونطوری ان. تو بودی که جلوی من رو گرفتی، تو بودی که درباره بعضی از مسائل زندگی خودت من رو به جون بچه هام قسم میدادی که وحید همه این مسائل اینجا دفن بشه. تو بودی نه من. من کی قسم خوردم به یکیتون که بچه ها تو رو خدا در مورد من صحبت نکنینا؟ تو بودی که اگر واقعا وجدان و شرف داری بیا بگو که تو بودی که جلوی من رو تو خیلی از مسائل میری گرفتی که وحید بسته دیگه، اینقدر کله خر نباش، اینقدر این چیزها رو نگو، اینقدر این چیزها رو مطرح نکن، نمیدونم حالا خودت مهم نیستی، داری آرامش مهسا رو ازش میگی. من میگفتم آقا میخوام بگم، میخوام بگم، حتی در مورد دنیا هم میگفتی که این زن چقدر حرف میزنه، زنگ میزنه 2 ساعت صحبت میکنه. یادت یه روز دنیا زنگ زد به من گفت حالم خرابه، من حاضر بودم از خونه تو من
اسنپ بگیرم برم خونش. گفتی با ول کن این داره دروغ میگه، الکی میخوان تو رو بکشن اونجا، نمیدونم آدرست رو پیدا کنن، یا این به وجید وصله. تو بودی، شرف این رو نداری که بیای حتی در مورد ذهنیات خودت با آدم ها اینقدر یعنی دروغ و چند رویی که با همه یه جوری برخورد میکنی، با شادی جلوی شادی یه جوری هستی، با نمیدونم با جلوی دنیا یه جوری هستی، جلوی من یه جوری هستی. چطور شده الان مهسا بد شده؟ وقتی مهسا بهت 0 تا 100 ساپورت میکرد، حتی پول سیگارت رو میداد، حتی پول نوشابه انرژیزات رو میداد، حتی تمام هزینه هات رو، تمام هزینه های شمالت رو، که حتی یک ریال هم هزینه نکردی تو سفر شمالت، حتی یک ریال. بعد برگشتنی اومدید، مهسا میخواست برای من نمیدونم زیتون بگیره، گفت میخوام برات یه یادگاریایی بگیرم، یه چیزایی بگیرم که کنارت باشه. تو گفتی ای این زیتون فلفلیه، مهسا دلش نیومد اون زیتون رو برای تو و من. حتی من یه دونه از اون زیتون، انقدر شعور نداشتی که اون زیتون رو حداقل به ای که اینا مال من و وحیده. انقدر تو فرصت طلبی. همون شب بود که مهسا تو رو برده بود بیرون، همون شب بود که برات میخواست صندلی بگیره، همون شب بود که ما میخواستیم برای خونت موکت بگیریم. اینقدر حالا چطور شد پول مهسا خوب بود خودش بد بود؟ تو بی خود میکنی اگر از شرایط مهسا میترسیدی، میگفتی که مهسا بمونین اینجا خیالتون راحت باشه، تو رو جونه نمیدونم هر چیزی که دوست داریم فقط اینجا دفن میشه، من میترسم. من میگفتم بذار من بگم آقا خونه لیلین. تو میگفتی که من نمیخوام شما مطرح بشه که خونه منین. تو میگفتی عرضه این رو داشته باش، بیا بگو هر چیزی هم از من میدونی، بیا بگو. من عواقب هر کاری که کردم رو میپذیرم. آخرش گفتم یه چیه، یه جونی دارم میخوان اون رو از من بگیرن، ولی خیلی شرف داره به این که تو بیا اینقدر دروغ بگی، اینقدر زیر و رو بکشی به من. سر چی؟ الان ناراحتی مشخصت از من چیه؟ ما با بگو و بخند از خونه تو اومدیم بیرون. تو بودی جلوی من رو میگرفتی، تو بودی التماس من رو میکردی که کسی نفهمه ها، وای تو رو خدا نفهمه ها. من صحبتی کردم از تو، از زندگی شخصی تو، یک نفر یک جمله از من شنیده که در مورد تو من صحبت بکنم، یا هر کسی دیگه. من در مورد شادی اصلا کسی یک جمله شنیده که شادی اصلا چه مسائلی رو در مورد خودش، در مورد خانوادش؟ شادی بارها به من گفته که وحید من فقط با تو دارم مطرح میکنم، با کسی دیگه ای مطرح نکن. منم با شرط پذیرش اون قضیه گفتم میشنوم حرفات رو، باشه تو فقط فضایی ایجاد بشه که تو حرفات رو بتونی بزنی. من هیچ دروغی به هیچ کسی نگفتم. شاید یکی میگم، باز هم تکرار میکنم، اگر کسی اینجا پرسیده که الان مهسا پیشته، گفتم آقا نکن. من نمیخوام بگم الان کی پیشم، نمیخوام بگم، نه اینکه الکی بگم الان لیلی پیشمه، به جای لیلی شادی اینجا باشه. یک نفر یک دروغ از من بشنوه، هر کجا گفتم، من فقط گفتم جواب نمیدم بچه ها. آقا لوکیشنت کجاست؟ ما اطراف رشتی. من نمیخوام بگم، من نمیخوام، نه آرامش خودم، نه آرامش خودم، آرامش کسی که در کنار منه، من نمیخوام به واسطه حواشی من، به واسطه اتفاقاتی که من دارم به هم بریز. تو چی کار کردی؟ فکر کردی دیشب بیای لایف چت بذاری افشای وجی وحید رو میخوایم بکنیم، وحید اینطوری گفته وحید. حالا به چه نتیجه ای رسیدی تو با این؟ به چی رسیدی؟ شما دو جمله نداشتین از من بگین که وحید چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ چی کار کرده بر علیه شما؟ آقا وحید در مورد حسش اومده صحبت کرده، اصلا به هیچ کدومتون ربطی نداره که من چی کار دارم میکنم. من کارم رو انجام دادم، گفتم، و با تأیید شما من عقب نمی کشم از این، مخصوصا از این احساسی که انقدر نابه که من توی 39 سال زندگیم این حس رو نتجربه کردم و انقدر برای من قوی و با ارزشه، انقدر با ارزشه که حاضرم به دور از شعار و به دور از همه چیز جونم رو بدم. خواستم این رو بدونین، خواستم این رو متوجه بشین و همه جوره باز هم من نه کنار میکشم،
نه کم میارم جلوی شماها، چون عادت کردم به این که از پشت به من خنجر بزنین و بزنین، هیچ اشکالی نداره، همتون زدین شما هم بزنین، هیچ اشکالی نداره، ولی شعور این رو داشته باشین که حداقل در مورد حقیقت ها درست بیاین صحبت بکنین، بیاین درست صحبت بکنین. من هیچ دوستی رو هم حفظ نمی کنم، هیچ دوست، من حرفم رو میزنم، کارم رو میکنم و اصلا دنبال تایید کسی نیستم، اصلا دنبال تایید کسی نیستم، چون کسی نیست من رو تایید بکن به غیر از دو سه نفر معدود کسایی که دور بر من هستن، اونها هم شاید تایید نمی کنن، فقط خوشحالی من براشون خوشاینده، نه اینکه تایید بکنن، خوشحالی من براشون خوشایند. و حالا هر قضاوتی در مورد من دارین، در مورد اتفاقاتی که برای من افتاده، اصلا برای من مهم نیست، اصلا برای من مهم نیست و شماها میتونین هر قضاوتی در مورد من بکنین، هر صحبتی، هر کسی هر افشاگری داره در مورد من بکنه و برین هر چیزی دارین، هر آتویی دارین از من استفاده کنین. اون روز هم گفتم به لیلی، گفتم شدی مجید مقدم دیگه که میخوای از من اخاذی کنی، اومدی توی دایرکت من میگی که یا لایوای من رو پاک کن یا برات بد میشه، بد بشه به درک که بد بشه، میخوای چی کار کنی تو با من؟ چی کار میخوای بکنی با من؟ تو زورت برسه به زندگی خودت میرسه، برو یه بررسی بکن زندگی خودت رو، زندگی گند خودت رو، از همین الان از اینجا دارم میگم، زندگی گند خودت رو یه بررسی بکن. من بودم که به تو اعتبار دادم، من بودم که لیلی رو لیلی کردم، که الان به خاطر همون لیلی من دارم باز فوش میشنوم، مگر نه کسی لیلی نمیشناخت؟ من بودم که به تو اعتبار دادم، تو چی کار کردی؟ فکر کردی من دوبار بردی کافه دیگه من برده تو میخوام بشم، یا بگم ایوا چشم لیلی خانم تو بزرگ مایی، تو هر چی بگی تمومه؟ نه، اینطوری نیست. من باجی به هیچ کدومتون نمیدم، هیچ کدومتون. حرفم رو میزنم، ناراحتی دارین مثل آدم میایین مطرح میکنین و میگین که آقا ما فلان ناراحتی داریم و بیا حلش بکنیم، به جای اینکه تخریب بکنی. الان میگم از دونه به دونتون، حالا شده لیلی، شادی، دیبا، دنیای هر کسی دیگه ای، دونه به دونه بپرسین، بگین که وحید این آسیب رو به ما زده، وحید این آسیب رو به ما زده، وحید تعرض کرده، وحید توهین کرده، وحید دزدی کرده، وحید بد نگاه کرده، وحید نمیدونم. شما در کمال امنیت و آرامش کنار من زندگی کردین، سر قضیه مهسا، مهسا اومد اصلا انگار یه سونامی ده ریشتری اومد تو روابط من، چتونه؟ من اصلا قبل این که مهسا بیاد توی لایو هم گفتم از این زن من خوشم میاد، این زن رو دوستش دارم، باز هم تکرار میکنم، عواقبش هرچی هم هست میپذیرم، تمام دیگه، تو ایران هم هستم دیگه، برین شکایت کنین، منو بیان بگیرن، اصلا اعدامم میکنن، آخرش همینه دیگه، حداقل ارزش رو دارم. الان 800 و چند نفر تو این لایو هن، از این 800 و چند نفر 700 نفرتون دوست دارین که تو شرایط من باشین، ولی مخفیانه خیلیاتون ارتباط مخفی دارین با آدمایی که نباید داشته باشین، دارین، ولی چون گفته نمیشه شما آدم خوبه این، ولی من چون گفتم، چون علنیش کردم، چون همه چیز رو اومدم با شماها در جریان گذاشتم، شدم آدم بده. شما خیلی آدم های اخلاقی هستین، شما آدم هایی هستین که هیچ گندی تو زندگیتون ندارین، شما آدم هایی هستین که خیلی سالم دارین زندگی میکنین. باشه، یه آدم غیر سالم رو، یه آدمی که اصلا یه آدم چندشیه، یه آدم بی اخلاق، من هزار بار گفتم که آقا من آدم بی اخلاقی هستم،
من آدم اخلاق مداری نیستم. من کاری میکنم که دوست داشته باشم. تمام. و تمام. آخرش همینه و من نقطه آخرش رو هم به جونم خریدم. انقدر میارزه این حسم. انقدر میارزه این حسم که نقطه آخرش رو هم، یعنی اصلا تو ذهنم هست، هر لحظه میگم الان اصلا بیام بگیرم. میخواد چی بشه؟ من که 4 سال قبل میخواستم خودم رو بکشم. حداقل اون زمان اهداف خودکشی مسخره و خنددار بود از نظر من تو الان من با این شرایط من. حداقل الان اگر بمیرم هم برای یه هدفی میمیرم، برای یه چیزی میمیرم که دوست دارم. بکشیم بیرون دیگه، بکشیم بیرون. وقتی یه نفر هم خودشه، وقتی یه نفر صداقت داره و میاد در مورد مسائلش صحبت میکنه، این همه فوش، این همه توهین، این همه، یعنی وحشتناکه، این همه تهدید، واقعا وحشتناک. الان میخوایم بگین من حق زندگی ندارم، من نمیخوام زندگی بکنم، نمیخوایم تو آیا آدم فاسدی مثل وحید زندگی بکنه تو جامعه. خب برین بیان یا خودتون اقدام بکنین یا بگیرین شکایت بکنین، تموم بشه برین. آخه این کثافت، آخه این چی میگه؟ آخه برو گم شو دیگه. حالا مهاجرت برات اینقدر مهم بود، خاک تو سرت. آخه من تو این 4-5 سال چنان فرصتهایی رو از دست دادم برای مهاجرت. اگر میخواستم مهاجرت کنم الان من خیلی جاهای بهتر و عالیتری بودم با موقعیتهای خیلی عالیتر. حالا من میخوام نمیدونم دغدغه این رو داشته باشم که ای وای نمیدونم من میخوام برم انگلستان، من میخوام برم اروپا، من میخوام، من نه یک پوند و یک ریال به اموال کسی چشم دارم. یعنی اصلا بر من مهم نیست، اصلا بر من مهم نیست. انقدر این اتفاقات، این جریانات دور بر من پره. من نه آدم ندید بدیدیم، نه آدم زن ندیدیم. شما میتونین هر کدومتون که با من ارتباط گرفتین میتونین بیاین دایرکت من، میتونین بیاین واتساپ و تلگرام من، ببینین که من چه ارتباطاتی دارم و چه کسایی چه پیشنهاداتی هم به من دادن. ولی من چون حسی درش نبوده، چون بر من اصلا مهم نیست، بر من واقعا مهم نیست، نه پول کسی، نه موقعیت کسی، نه لوکیشن کسی، نه جایگاه اجتماعی کسی، نه شغلش، نه تحصیلات، هیچ چیزی. من با قلب خودم حرکت میکنم و به همین حسم هم افتخار میکنم. مطلقاً تو بگو 1% پشیمونم، هیچ پشیمونی در من نیست. هر کاری دهم دلتون میخواد، هر کدومتون، مخصوصاً اون دوستای نزدیک که مثلا چیزای بیشتری از من میدونن، بیایم بگیم. ولی وقت من هم میرسه، زمان من هم میرسه و میام با جزئیات کامل صحبت میکنم. این نیست که من خیلی بتونم سکوت بکنم، ولی تا این حد فقط گفتم که حواست باشه و بعد برو لایو چت دیگه ای هم میتونی بذاری، افشاگری های دیگه ای هم بکنی و هر چیزی در مورد من، و ببینیم که کی دوام میاره، ببینیم قدرت تحمل و پذیرش من آیا بالاتره یا قدرت پذیرش تو بالاتره، خانم لیلی یا حالا شادی. البته شادی حرف آنچنان زیادی هم نزد توی لایف شد و یه چیز مسخره ای مطرح کرد. وحید گفته که ما ناامنیم، نمیدونم به تو اعتماد. خب اعتماد وحید رو جلب کن. مگه اعتماد مثلا مطلقه؟ آقا من به وحید اعتماد دارم دیگه، تو آخر عمرم اعتماد دارم. شاید 2 روز اعتماد دارم، روز سوم من یه حرکتی از تو ببینم اعتمادم سر بشه.
خب اعتمادت اگه برات مهمه اعتماد من رو جلب کن، به جای اینکه من رو بیای ناراحت بشی قهر بکنی وای وحید به من اعتماد نداره. آره ندارم، ندارم، آره از همین اینجا دارم میگم اعتماد ندارم. نه، با این وضع برخورداتون به هیچ کدومتون اعتماد ندارم، ندارم. الان میخوای ناراحت بشیم بشیم، مهم نیست برای من، من حرفم رو میزنم. اگر ناراحتیت اینه که وحید از چرا به من بی‌اعتماد شده، خب بیا با وحید صحبت کن، بگو وحید چه اتفاقی افتاده، من چی کار کردم که من بی‌اعتماد شدی به من، و بیاییم اونو حلش بکنیم، به جای اینکه برین گروه تشکیل بدین گله‌ای حمله بکنین تو لایو من، نمیدونم این لیلی اون یکی اون یکی اون یکی 4-5 نفر 6 نفر، حالا با مجید هم که وصل شدین اصلا یه حالت تهوع میگیرم وقتی اسم این نکبت میاد، و باز هم میگم با این آدم کار دارم من، اینطوری نیست که من بی خیالش بشم. الانم تو لایو حضور نکبتش و آنفالوش کردم، آنبلاکش کردم که باشه، چون هی میرفت با پیجای فیک میومد. اینطوری نیست، اینطوری نیست، باز هم اینطوری نیست. چرا نمیذارین آدم خودشون باشن؟ وقتی یکی مثل خودش داره زندگی میکنه انقدر حمله، انقدر توهین، انقدر افترا، انقدر مزخرفات میگین که طرف اصلا نمیتونه دوام بیاره در مقابل این همه، این همه حجمه، این همه توهین، این همه فشار. چی میخواین از مردم؟ بابا بریم به زندگی خودتون برسیم، بذارین هر کسی زندگی خودش رو نشون بده، شما هم برو زندگی خودت رو. الان 900 نفر تو لایو هم، برین زندگی خودتون رو ببینین چه گندایی دارین خودتون، چه دروغایی دارین، چه مخفی کاریایی دارین. حالا همه فکر و ذکرتون شده این که مهسا چیکار کرد، وحید چیکار کرد، نمیدونم اون یکی چیکار کرد، بکشیم بیرون یکم، بریم به زندگی خودتون برسیم. ما فقط این رو نشون میدیم، اینو نشون میدیم که بدونین که آدما وقتی با صداقت زندگی میکنن خیلی راحت تر میتونن زندگی بکنن. باشه، همه تون آدم های اخلاقی هستین، آدم های خیلی فرهیخته ای هستین، اوکی، بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. همه آدم های پیجت جز فرهیختگان؟ آره دقیقا جز فرهیختگانم. هیچ کدوم هیچ گندی تو زندگیشون ندارن، آدم های سالمی هن، نه دروغ میگن، نه کلاهبرداری میکنن، نه مخفی کاری میکنن، نه خیانت میکنن. وقتش میرسه، وقت بعضی چیزا الان نیست، الان آرامش خودم مهمه و بذارین یکم بگذره، چند روز بگذره، بعد میرسیم به خیلی چرا. وحید خدایی از لیلی جا خوردم. من نه، من جا نمیخورم واقعا، انقدر دیدم از این رفتارهای مزخرف آدم ها و احساسی آدم ها که میان
فکر میکنیم منو مثلا چرا بیرون میکنن از خونه هاشون، فکر میکنیم من ضربه ای بهشون میزنم، فکر میکنیم من دزدی از خونه شون میکنم، یا چه اتفاقی میفته. واقعا عادت کردم. کسی مثل سیمایی که تو استانبول بود میگفت تو جزئی از خانواده من هستی، هر کاری از دستم بیاد برات میکنم، من رو با پلیس بیرون کرد از خونش. دیگه چه انتظاری از لیلی هست، چه انتظاری از شادی هست، یا هر کس دیگه ای، یا هر کس دیگه ای. اصلا هم سورپرایز نمیشم و بذاریم باشن دیگه، باشن. اینا همون ابعاد وجودی خودشون رو دارن نشون میدن و همین خوبه، بذار نشون بدن. میگم اون اعتبار و شخصیتی که من به لیلی داده بودم، چون لیلی زیاد تو لایو نیومده بود، اون شخصیت و اعتبار رو از من داشت. بعد میتونم بگم فقط متاسفم، متاسفم، متاسفم. همین، واقعا تأسف آوره، خیلی تأسف آوره این نوع برخوردها. و همین. باید جان چرا نمیای واسه فشیه؟ میام سوزن، حتما میام. انقدر درگیری و گرفتاری داشتم، نمیدونم هم من احتمالا فردا یا پس فردا برم مسافرت. بعد اگر رفتم که میمونه برای بعد سفرم، ولی بعد این سفرم هم یه مقدار احتمال زیاد طولانی باشه، یه 3 یا 4 هفته طول بکشه. بعد 4 هفته هم من چند روزی برمیگردم، بعد دوباره یه سفر دارم که اون حالا خیلی 100% نیست، در حد 90%. اون هم اگر اوکی بشه که دیگه نیستم، یعنی عملا 4-5 ماه نیستم من. حالا ببینیم تو این خلال اگر فرصتی شد که حتما میام قبل صحبتم و ببینیم که چی میشه. با اومدن مهسا همین چیز با آره دیگه گفتم دیگه، دیگه این تابلوه دیگه، این اصلا گفتن نداره که، این اصلا گفتن نداره. چرا با اومدن مهسا همین چیز باید به هم بخوره؟ اگر اون ارتباطات واقعی بود، اگر همه اون احساسی که بین ما چند نفر بود واقعی بود، چرا با اومدن یک نفر باید این ارتباطات به هم بخوره؟ چرا باید به هم بخوره؟ واقعا قانع شدیم. قانع شدن و یا نشدن تو بر من مهم نیست، تو هم هی تکرار نکن با اکانت فیکت. بعد اگر ارتباطی واقعا عمق داشته باشه، اگر ارتباطی واقعا بین دوتا آدم دلی و قلبی باشه، با هر اتفاق کوچیک و بزرگی از بین نمیره و میان با هم صحبت میکنن. و اینکه همین، من بارها و بارها و بارها توی همون گروه 20 و چند نفرمون که همشون همونجا بودن اومدم، خب من تو رو ریموو میکنم، تو خیلی دیگه زرزر میکنی. بعد همشون تو اون گروه بودم، بارها و بارها گفتم که آقا هر صحبتی، هر ناراحتی در مورد من داریم بیاین صحبت بکنین، آقا بیاین صحبت بکنین، ناراحتیتون رو بگین. اصلا مهم نیست که من چه واکنشی نشون بدم، عصبی بشم، ناراحت بشم، شما واکنش حرفت رو بزن و تموم کن دیگه. وحید از این کارت ناراحتم، از اون کارت ناراحت. تو در مورد ناراحتیت صحبت کردی و با در کمال آرامش که نه، ولی در کمال صراحت جوابت رو از من گرفتی و تموم شد. من فکر کردم دیگه قضیه تموم شد، ما ناراحتیمون رو صحبت کردیم. نمیدونم میریم پشت پرده چه فکرایی میکنین. لیلی همون آدمی بود که خانم شادی میگفت ریخت شادی رو من نمیخوام ببینم. حتی میگم توی سفر شمال خانم لیلی بود که میگفت که امیر و شادی رو میخوای چیکار؟ الان ما میخواییم اونا رو چیکار؟ ولشون کن، این نمیدونم با مجیده، این اینطوریه، اینطوریه. اگر یه ذره شهامت و
یه ذره وجدان داری، بیا حداقل حرفی که زدی رو بگو. تو که همه چیز رو مشخص کردی، بیا بگو، بیا بگو که اینطور، بگو که به ریخت شادی رو نمیخواستی ببینی. من میگفتم شادی لیلی قطع نکنه ارتباط رو، ناراحتیت رو بیا بگو. چرا قطع میکنی؟ چرا با هم قهر میکنین؟ ما چرا این ارتباطات رو به وجود آوردیم؟ به وجود آوردیم که از این تنهایی ها هممون در بیایم، کنار هم یه خانواده بشیم، کنار هم خوش بگذرونیم، صحبت بکنیم، وارد مسائل هم دیگه بشیم. تو بودی که جلوی من رو میگرفتی. بعد الان شده که وحید میگفت که شادی و امیر نیام من بی‌اعتمادم. آخه چقدر آخه آدم ها بی چشم و رو میتونن باشن که اینقدر راحت دروغ بگن؟ من همیشه افسوس میخورم چرا این موقع من ریکورد نمی کنم صدا رو، حتی شده مخفیانه. ریکورد بکنم الان پخشش کنم بگم این حرفا رو تو زدی. نه پخش کنم، حداقل برای خودم داشته باشم، برای خودم داشته باشم که اینطوری دیگه تو روی من نیای و این حرفا رو به این سادگی به این راحتی مطرح نکنی. تو بودی که در مورد زری اونا رو میگو، تو بودی که در مورد دنیا اون حرفا رو میزدی. من به دنیا خودش میدونه، بدون تعارف گفتم من الان میخوام اسنپ بگیرم بیام، حالت خوب نیست من میخوام بیام و سر بزنم. خودت که قبول نکردی، دنیا هم الان اینجاست میخوام اینو بگم. لیلی بود که گفت که نه اینا نمیدونم وصله به مجیدا، این مشکوکه ها، من خیلی مشکوکه این وضعیت، این چرا باید اینطوری بگه. تو بودی ذهن من رو داشتی مسموم میکردی نسبت به آدم های دیگه. الان اومدی مثلا میگی که وحید مشکل داشت. این چقدر یه آدم میتونه کثیف باشه؟ از همینجا میگم، بعد حرفم رو بگم. شما حرفتون رو میزنین، منم حرفم رو میزنم. تا الان سانسور کردم، تا الان ملاحظه کردیم، تا الان گفتیم دوستیم، بس دیگه. چقدر پر رویی، چقدر وقاحت، چقدر وقاحت. حرفی داری، جرأت ارزش رو داشته باش، بیا با زبون خودت بگو. بگو شادی دوست ندارم باهات صحبت کنم. میگفتی شادی چقدر زنگ میزنه، روزی 20 بار زنگ میزنه، من نمیخوام جوابش رو بدم. وحید بگو تو رو خدا دست سر من نمیخوام. یادم دنیاد گفتی از تب و لرز میمردم، یعنی اون لحظه باور کن، یعنی من نه دروغی دارم نه تعارفی، همون لحظه میخواستم استپ بگیرم. درست دور 8 کرد تهران، شاید اصلا 300 تومن پول استپ من بود، ولی حاضر بودم همون 300 تومن رو بدم بیام بهت کنارت ببینم اصلا چیه، چه کاری میتونم برای تو بکنم. چقدر اینا تو ظاهر، چقدر دو رویین شما، چقدر هزار رویین شما. آقا ارزش رو داشته باشین حداقل با یه رو، آقا بگو من از تو خوشم میاد یا نمیاد، حداقل با رفتارت نشون بده. رفتارت یه چیز دیگه است، صحبتت یه چیز دیگه است، برخوردت یه چیز دیگه است. بیا بگو حداقل. من هر چقدر آدم گندی باشم، حداقل ارزه این رو دارم که بیام تو روی همتون بگم که ازتون الان خوشحالم، ناراحتم، روابطم چطوریه. من میدونستم شرایط دنیا چطوریه. من با این زن 2-3 روز با هم بودیم، من تو مریضیش، تو ناخوشیش کنارش بودم، همه جوره هم گفتم من کنارتم، من رفیقتم، من رفیق روزای بدتم. هر موقع حس کردی که من میتونم کنارت باشم، حتی کار کوچیکی به من زنگ بزن بگو وحید من نیاز دارم که بیای. یعنی خودش هم میدونه که من هر لحظه بگه من کنارشم، اگر اون دور بر باشم، اگر واقعا کار خاصی من نداشته باشم. چون من با اون آدم نون و نمک خوردیم، با هم گفتیم، خندیدیم، گریه کردیم. ول کنین این دورو بازی ها رو، چقدر میخواین زیر و رو بکشین. آقا رو بازی کنین، رو بازی کنین. من آدمی هستم که نه سیاست دارم، خیلی آدم، خیلی ها به من میگن خیلی آدم ساده ای هستی، خیلی آدم احمقی هستی. آره واقعا احمقم، مثل شما ها سیاست ندارم.
که جلوی مثلا دنیا یه جوری دیگه ای صحبت بکنم، پشت سرش یه جوری دیگه ای صحبت. من نه، من اگر ناراحتی هم باشم طرف از اصلا چشمام میفهمه که ازش ناراحتم، مثلا نیازی نیست که من این رو بگم بهش. امروز تو لایو زیبا همه میگفتن از وحید متنفر باشین. آخه تنفر شما به چه آسیبی میخواد به من بزن؟ الان 900 نفر اینجا، الان این 900 نفر از من متنفر باشن، آخه به چی کار کنم؟ الان دیگه اون واژه رو به کار نمیخوام ببرم، آخه به جهنم که به همه متنفرن از من. مگه من با اساس عشق یا تنفر شما میخوام زندگی بکنم؟ من هدفم اینه حالتهای خودم مثل یک کتاب همینجا ثبت بشه و برای خودم هم باشه یه آرشیویه برای خودم که من زندگیم این بوده، این اتفاقات برای من افتاده و نشون میدم به شما. حالا خوشتون میاد، یه چیزی یاد میگیرین، حتی شده یک جمله، حتی شده یه برخورد کوچیک. نخواین حداقل که سرگرم میشین. حداقل الان ساعت چنده؟ ساعت نمیدونم 12 شبه، میگم 900 نفر اینجا، این 900 نفر حداقل دارین سرگرم که میشین، یک ساعت سرگرم میشین، یک ساعت انگار یه سریال ترک چرت و پرت دارین نگاه میکنین، حداقل این سریال واقعیه، حداقل مسائلی که داره توش مطرح میشه یه مسائل واقعی. بازم نفهمیدم چی خوردم، اون روز استانبولیم رو گند کردن، اصلا نفهمیدم چی خوردم. الان این شیرینی رو میخورم، یه سیگار هم میخوام بکشم. تهدیدهای اون لیلی رو استوری کن، همه هست، اسکرینش هم گرفتم. شرم‌آور از من، شوکه شده بودم. این یعنی چی؟ وحید لایف های من رو پاک کن وگرنه برای خودتون بد میشه. گفتم چی شده لیلی؟ زنگ بزن با هم صحبت بکنیم چی شده الان، مشکل چی؟ نه، حوصله توضیح اضافه را ندارم. لایف ها رو یا پاک کن یا برای تو و مهسا بد میشه. خب بد بشه، بد بشه. خب بد کردی الان، بیشتر از اینم بد کن. بیشتر از اینم هر کاری دلت میخواد بر من بکن، هر کاری از دستتون برمیاد بر من بکن، هر کاری دیگه. چرا امیر رو آنفالو کردی؟ من به هر کسی، اولا فالوینگای من خیلی کمه، نزدیک زیر 15 نفر اکثرم، اینا رو هم فالو کرده بودم، ولی الان وقتی من از من فاصله گرفتم و ما هیچ ارتباطی نداریم و آزار میبینم وقتی محتوای صحبتاشون رو میشنوم. نه امیر، امیر هم جز این افراد بود، چون امیر به واسطه یه حرف شادی ارتباطش رو با من قطع کرده بود، به واسطه یه همین برخورد امیر رو هم آنفالو کردم. همین بود، وگرنه من با امیر نه مشکلی دارم نه اصلا بحثی کردیم. و اگر آنفالو کردن من باعث قطع ارتباط یک نفر میشه، اصلا اون ارتباط قطع شده بود دیگه، اینا بهانه است. ما بچه که نیستیم، بچه که نیستیم. خود شادی برداشته به لیلی گفته که ما دیگه نمیخوایم همکاری بکنیم، آهنگا رو دیگه نمیخوایم کار بکنیم، او کار نکن. ولی از یه چیزی، آره ریرای الان یه کامنتی گذاشت، یه چیزی رو خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم، و اینکه اومدن مهسا خیلی چیزها رو عوض کرد. خیلی همین کی میتونست این شخصیت لیلی رو ببینه؟ کی میتونست؟ هزار نفر مشاور هم میرفتن، هزار بار تراپی هم میکرد، هیچ کسی نمیتونست این بُعد شخصیت لیلی رو ببینه مگر اینکه با همین اتفاقات خودش رو نشون میده. و بذاریم نشون بده، هیچ اعتراضی هم نیست. بازم میگم هر کاری از دستت بر بیاد، با هر کسی الان تیم هستی، با هر کسی دارین کار میکنین، با هر کسی دارین مدارک جمع میکنین، با هر چیزی، هر چیزی، هر چیزی، بازم دارم میگم هر چیزی از من داری بگو، و من پی همه چیز رو به تنم مالیدم. هر کاری دوست داری بکن،
من اون روز هم بهت گفتم اصلا قبل لایف چت، من نمیدونستم اصلا شما لایف چت میزنید، من بهت گفتم ما دشمن هم دیگه نیستیم، زنگ بزن با هم صحبت بکنیم، زنگ بزن ناراحتیمون رو با هم صحبت بکنیم، اگر ناراحتی مشخصی از من داری. نه میخوای همینطوری برخورد بکنی، خب برو دیگه، برو هر کار دوست داری بکن، من که جلوی تو رو نمیخوام بگیرم، من که باج بده به تو نیستم که بگم ای وای الان وای من چی کار کنم لیلی رو ساکت بشه، لیلی حرف نزنه، من که نیستم، خودت میدونی دیگه، گفتم دیگه بهت هم اون سری هم گفتم، گفتم بازی با من نبازی، با من بازی نکن، من چیزی برای از دست دادن ندارم. وقتی کسی خودش خودخواسته میخواد که همه مسائلش رو مطرح بکنه و اصلا آبرو براش مهم نیست، تو میخوای منو با چی تهدید بکنی؟ دلیل رفتنت به لایو زیبا، چون اون لایو چت توی کانال بود، من فقط خواستم زیبا رو بکشونم تو لایو که اونم نیومد و مهمم نیست نیومد، من میخواستم تو پیج خودم لایو باشه، الان زیبا هم میومد، همین ویو رو من میخوردم، نه به خاطر ویو بود نه به خاطر نمیدونم چیز دیگه ای بود، من با پیج خودم با همین تنها حرکت کردن خودم هم الان همون ویو رو دارم، من نه دغدغه ویو دارم نه ایوا الان زیبا بیاد این ویو بره نمیدونم روی هزار، من خودم هم اون قدرت رو دارم که این کار رو بکنم، من فقط چون اونجا مطرح شده بود گفتم زیبا بیاد و با هم صحبت بکنم و شاید اصلا سوالاتی داشته باشی که من اونجا جواب بدم، ولی خب قبول نکرد و خب زیبا زیباست دیگه. یکی خب لایف چت رو نه قبول نکردم، نمیخوام لایف چت بشه، من میخواستم تو اینستاگرام باشه که افراد بیشتری ببینن و همین دیگه. والا پول مهسا بد بوده خوب بوده، خود مهسا بد شده، من استرس اینو داشتم اینجا رو مکان کرده بودم، آخه خاک تو سرت، الان باید بگم خاک تو سرت اگه بد بود چرا مهسا میخواست من و مهسا یعنی میخواستیم برای تو صندلی بگیریم، نیم روز یا نصف روز ما فقط هشکرد و نمیدونم همه شهرهای دوروبر رو داشتیم میگشتی که برای خودت صندلی پیدا کنی، میگفتی مهسا من نمیخوام پاشیم برین دیگه، پول مکان میخوایم بدیم به من، یا میخواستیم برای خونت موکت بگیریم، این هزینه ها نزدیک 10 میلیون تومان هزینه بود که البته خیلی خوشحالم که اتفاق نیفتاد، اونا خوب بود، مهسا خودش بد شد، شرایط مهسا بد شد، ای وای مهسا، من میگفتم باید صحبت کنیم، جمع کنین ها رو، جمع کنین اخلاقیات مزخرفت رو، برو به زندگی خودت برس ببین تو زندگی خودت چه خبره. وقتی یه آدمی بده، وقتی از یه شرایطی راضی نیستی، بگو آقا من نمیخوام، هیچ هزینه ای هم نکن. پس چرا 1.5 میلیون 2 میلیون سوغاتی برای تو گرفت از شمال؟ چرا اون موقع چیزی نمیگفتی؟ چرا اون موقع مهسا بد نبود؟ چرا اینقدر فرصت طلبی؟ تو هزینه یه دونه سیگارتو نمیدادی، هزینه یه هایپت رو نمیدادی، وحید یه هایپ میگیرین میای من سرم زخمی شده، مگه ما به تو تایپ بده کار بودیم؟ اگه مهسا بد بود، اگه وحید بد بود، خب میگفتی وحید من نمیخوام، بریم به سلامت، تو که زبون داری 1 متر،
الان چی شده؟ الان چه اتفاقی افتاده؟ چه تغییری اتفاق افتاده؟ بیا اون رو بگو. من تو یک ماهی که خونه تو بودم نزدیک 3-4 میلیون خودم از جیبم هزینه کردم. پول وانتت رو دادم، نمیدونم پول خورده خریدات رو دادم، پول خوشویی رو دادم، پول خیلی چیزا رو دادم. برای اینکه اونجا راحت باشیم، مشارکت کنیم. منم راضی بودم، با اختیار خودم داشتم این کار می، نه اینکه تو از من بخوای. بعد بیای بگی من هوای وحید رو ده. هوای وحید چی رو داشتی؟ تو اگر می‌خواستی که کارگر بگیری، روزی 1 میلیون تومان باید پول کارگر میدادی. باز کارگر، نه وحید. وحیدی که کنار تو بود، روحی روانی کنار تو بود. تو این رو با پول نمیتونی مقایسه بکنی. برو کارگر بگیر، هزینه بکن، انقدرم وارد حاشیه ها نشو دیگه. با جون و دل. ببین من الان خونه خودم اینجا هیچ شیشه های خودم هم پاک نکردم، مثلا حوصله‌ام نمیکشه. احمد رضا اومد، من 2 روز فقط شیشه های تو رو پاک میکردم. همه خوب شد که اون استوریا رو گرفتم، خوب شد که این زنیکه رو هم بذاریم. من گم شد دیگه. تمام کارات رو من با جون و دل انجام دادم، نمیدونم تمیز کردن آینه رو، نمیدونم اون ور و این ور، یعنی هر کاری از دستم برد، بسته بندیش رو، یه هر کاری که میتونستم برای خودم کردم، که اصلا تو خونه خودم اون کارا رو انجام نمیدم. چی از من طلب کاری تو؟ تو چه سرویسی دادی؟ چه پشتیبانی از من کرد؟ روزی یه وعده بر من غذا دادی، گفتم ساعت 3-4 که بیدار میشدی، وحید حالا حال ندارم، یه قهوه بده بخوریم. قهوتو دادیم، حالا یه ذره یه چیزی، نمیدونم یه نون پنیری بخوریم. شب رفتیم یه دونه شام خوردیم و روز یه وعده غذا خوردیم. چی کار کردی تو؟ تو چی کار کردی بر من؟ مگه من کارگر تو بودم؟ تو زمانی که به من گفتی، دعوتم کردی خونت، گفتی که وحید من هم به لحاظ روحی روانی داغونم، آدم داغونیم، یعنی انقدر آشفتم، هم به لحاظ یعنی خون زندگی. من نمیخوام وضعیت خون زندگیت رو که روزی که اومدم بگم تو چه وضعی داشتی زندگی میکردی، که من چندشم میشد پامو بذارم کف زمین. بوی ان و گوه و گربه گرفته بود خونه رو، با اون افتضاحی خونت اصلا موهای اون گربه ها چنان چسبیده بود به فرش، اصلا فرش دیده نمیشد. اینا رو میخوای بگم که اون زندگی رو تبدیل به چه زندگی کردیم؟ بعد میای میگی که من ساپورت کردم. و آخه تو چه ساپورتی کردی من رو؟ تو چه ساپورتی کردی من رو؟ بیا 2 تا از ساپورتات رو به من بگو. من تو رو وصلت کردم با آدمای دیگه که تو تنهاییت داشتی دق میکردی، هیچ کسی کنارت نبود. من تو رو وصلت کردم به همین شادی که الان بر علیه من تیم شدین. من تو رو وصلت کردم به همون زری دنیا یا این همه آدم دیگه. تو چی کار کردی برای من؟ بعد میای از من انتقاد میکنی، افشاگری میکنی، افشاگری کن بهتر. من اتفاقا همیشه تو لایوام گفتم بعضی چیزا رو من به خاطر بعضی چیزا نمیتونم بگم، نه اینکه نمیخوام، نمیتونم بگم، به خاطر شرایطی که تو این وضعیت دارم زندگی میکنم، نه اینکه بخوام مخفی بکنم یا از آدمای نکبتی مثل تو بترسم که تو بیای من رو تهدید بکنی و بخوای اخاذی بکنی از من، لایوم رو پاک کن. آخه تو چه لایوی با من داری؟ تو چه لایوی با من داری که بیای لایوهای من رو یا پاک کن یا برای تو و مهسا بد میشه، به جهنم که بد میشه، هر غلطی دلت میخواد بکن، هر غلطی دلت میخواد بکن. از همین الان میگم هر چیزی دارین رو کنین، هر چیزی دارین رو کنین. آخرش چی؟ آخه میخوام میام من بگیرم؟ آقا بیاین بگیر، بیاین بگیرین دیگه.
باز هم میگم یه جون دارم، میخواین اونو بگیرین، میخواین بیرون منو دیدین اسید بپاشین رو صورتم، نمیدونم چاقو بزنین، نمیدونم پلیس بیاد منو بگیره، بفرمایین. هیچ منتی هیچ کس روی سر من نداره. هر کاری برای من کردن مقابلش ده برابرش رو براشون انجام دادم. حالا یا با صحبت کردن و مشاوره دادن و صحبت کردن در مورد مسائل مختلفشون، یا کار فیزیکی کردم، یا هر کار دیگه ای کردم، هیچ منتی نداره. حالا شما یه قرمه سبزی به من دادی، ای وای من الان منت اون قرمه سبزی رو سر منه، نه اونطوری نیست. من زیر منت کسی نمیمونم. هر کاری هم کردیم با دل خودت، اصلا کاری هم نکردم، تو منو دعوت کردی، تو از من خواهش میکردی، من میگفتم فعلا وقت ندارم، وحید خواهش میکنم بیا، وضعیت من اضطراریه، پاشو بیا. چی شد؟ کارت تموم شد، خرت از پل عبور کرد، وحید شد آدم بده که بیای افشاگری بکنی در مورد وحید یا تهدید بکنی؟ الان خوبه من در مورد زندگی و مسائل شخصی تو بیام صحبت بکنم؟ که تا الان یک کلمه از کسی از من نشنیده؟ اینو میخوای؟ با این راحتی تو؟ اگر با این راحتی بفرما این گویا این میدان، من منتظر حرکت بعدی تو هم. من حرمت اون نون و نمک رو نگه میدارم، ولی شما نگه نداشتین، از پشت خنجر زدین به من، بدترین اقدام رو بر علیه من کردین، ولی باز هم خوبه، باز هم به نفع من. گفتین دیگه، گفتین تموم شد. من از چی میخوایم بترسم؟ خودتون از من دعوت میکنیم و از من نمیکشیم بیرون. آقا وحید رفته، بکشیم بیرون دیگه. من تنها صحبتی که از شما کردم گفتم آقا وقتی از گروه لفت میدین، وقتی ارتباطتون رو قطع میکنین، حداقلش اینه که بیاین با من صحبت بکنیم، بیاین در مورد ناراحتیتون صحبت بکنیم، علت ناراحتیتون رو بگیم، بگین آقا ما از این رفتار تو وحید ناراحتیم، الان چیکار کنیم که این حل بشه. هیچ کسی یک جمله در مورد لیلی، شادی، هیچ توهینی از من نشنید، هیچ توهینی. حالا تو میای منو تهدید میکنی؟ آخه تو کی هستی که بیای منو تهدید بکنی؟ از تو خیلی گنده دراش تو این چند سال منو تهدید کردن. حالا تو میخوای با دوتا لایو و نمیدونم با تو هر چیزی که داری بیای منو تهدید بکنی؟ خجالت بکش آدم چقدر باید بیچشم و رو نکبت باشه که بیاد اون با اون لحن با من صحبت بکنه. هر حرفی داری، هر مرگته بیا بگو دیگه. چه مرگته؟ از ارتباط من و مهسا و ناراحتی؟ چشمتون کور بشه همتون. من ارتباط خودم رو با تأیید تو و امثال تو تنظیم نمی کنم. ارتباط خودم رو دارم، هر کاری هم دوست داشته باشم می کنم. دوست نداری هری دوست ندارین هری دیگه. من عادت کردم به این تنهایی، عادت کردم که تنها زندگی بکنم، عادت کردم که کسی کنار من نباشه. خودشون دعوت میکنن، خودشون معلوم نیست چه مرگشونه. آه دعوت نکن،
دعوت نکن، تو نمیخواد برگی دلت اگر خیلی میسوزه به حال زندگی خودتون بسوزه. من زندگیم در شرایطی نیست که در حدی نیستین که شما دلتون برای من بسوزه. من بهترین زندگی رو دارم میکنم. دلتون برای زندگی خودتون بسوزه. خانم لیلی دلت برای زندگی خودت بسوزه. نه حالا من خواستم حمایت بکنم وحید رو. نمیخواد حمایت بکنی وحید. من به حمایت تو نیازی ندارم. آخه تو کی هستی که از من بخوای حمایت بکنی؟ تو از من خواستی من حمایتت بکنم. چون من پول ندارم فکر میکنی که من نمیتونم حامی کسی باشم؟ یکی رو دوست داره، هزار نفر حمله میخوام بکنن اصلا به هر دلیلی. آقا چیه؟ چتونه شما؟ شما چتونه؟ شما درس مدرس اخلاقین؟ شما مدرس آقا چی هستین؟ شما کی هستین که به من درس بدین؟ نه ایوا این شرایطش اینطوریه، نباید صحبت. دوست دارم صحبت میکنم. آقا به شما چه؟ ارزش رو دارم، حداقل گفتم ارزش رو دارم قبل از اینکه هیچ اتفاقی بیفته. اصلا قبل اینکه مهسا بیاد من تو لایوم گفتم که من این زن رو دوستش دارم، ارزش رو دارم. کدومتون ارزه این رو داریم؟ کدومتون ارزه این رو داریم؟ کدومتون؟ به جای اینکه شما رفیق من بودین، ادعای رفاقت داشتین، وقتی میبینین که وحید اصلا با الان من هروئین میکشم، حالم با هروئین خوشه. اگر رفیق واقعی هستین به این که وحید خب بکش دیگه، پول خودته، بدن خودته، بکش. اگر لذت میبری بکش. خب چه رفیقی هستین وقتی میبینیم حال دل وحید با یک نفر خوشه؟ چه مرگتونه شما؟ اصلا گیریم که وحید اون آدم رو بغل کرده، گیریم که هر اتفاقی افتاده. خب شما کی هستین که برای من تصمیم بگیریم؟ کی هستین شما؟ ما اینو دیدیم ناراحت شدیم. وحید این کارو کرد ناراحت شدیم. به جهنم که ناراحت شدیم. به جهنم که ناراحت شدیم. اگر شما دوست واقعی من بودین، آرامش من برای شما مهم بود. نه اینکه نه ای وای این اتفاق افتاد. وای ما انتظار از وحید نداشتیم. وحید پر از تناقض، وحید پر از دروغه. آه نکن دیگه ارتباط نداشته باش. اون زندگی که به واسطه من بخواد نابود بشه بزنی نابود بشه. هر چیزی که به واسطه حضور من بخواد نابود بشه نابود بشه. حالا چند روز صبر کنیم، من منتظر یه اتفاقاتی هم. یه چند روز بگذره بعد خیلی حرفا هست، خیلی حرفا هست و قطعا در موردش صحبت میکنم. من همه چیز برای شما روشن میشه، فقط یه چند روز صبر کن. یه چند روز یه منتظر یه جریاناتی هم. این نیست که من حرفی نداشته باشم، حالا یه جایی سکوت میکنم اینا فکر میکنم یا من ترسیدم یا من ای وای الان چی میخواد بشه. بشه دیگه، ول کن. آب از سر من خیلی وقت گذشته، آب از سر من خیلی وقت گذشته. معلومه سیگار نیستی. خب معلومه سیگار نیستم دیگه، اینم همینطوری دارم میکشم.
نه من سیگار نیستم. هر کس هم با هر کسی میخواد نمیدونم تیم بشه، با هم هماهنگ بشه، هر کاری دلتون میخواد بکنی. من گفتم عادت کردم به این تنهایی، عادت کردم که همیشه با همه جا تنها بودم، هیچ مشکلی هم با این تنهاییم ندارم و بلدم که جلوی شما چجوری بایستم. هر کاری دلتون میخواد بکنین، هر رازی از من داریم بریم کار من راحت میکنین، برین کار من راحت کنین. یه جایی شاید ارزش رو ندارم واقعیت رو بگم، برین شما بگی. ندارم دیگه، بعضی جا ارزش رو ندارم، بعضی جا واقعا ارزش رو ندارم. کمکم کنین، کمکم کنین اون واقعیت ها رو بگیم. هر کاری دلتون میخواد بکنین، واقعا دیگه حالم به هم میخوره، حالم به هم میخوره، حالا تعو میگیرم از این همه. من هر جای دلم بخواد رازداری میکنم، شما برین رازای منو در بیارید. حوصله این چرت و پرتاتون هم ندارم، حوصله این چرت و پرتاتون رو ندارم. دوستی ها خودشون رو تو این شرایط نشون میدن، رفاقت ها، اون حسی که بین دوتا چند تا آدم به وجود میاد تو همین شرایط خودش رو نشون میده. وگرنه اگر بریم کافه، بریم غذا بخوریم، همه هستن. چرا اون زمانی که مهسا خانم لیلی تو رو برد و همه رو برد کافه، نزدیک 3 میلیون تومان هزینه اون کافه شد، مهسا بد نبود؟ پول مهسا خیلی خوب بود، خودش بد بود؟ وای مهسا اینطوریه ها، من باید مهسا رو بشناسم. آقا تو کی هستی مهسا رو بشناسی؟ برو زندگی خودتو بچسب، برو گندای زندگی خودتو جمع کن. به جای اینکه بچسبی به زندگی خودت و مسائل خودت، ببینی که چی کاره ای، چی کار باید بکنی، چسبیدی به اینکه ایوای 2 روز بعدش میای پاشی میای پامیشی میای شمال، بهترین سفر رو برای اونجا تو اونجا برات فراهم کرده، خوردی خوابیدی کافه، بهترین کافه، بهترین نمیدونم غذا، بهترین لوکیشن، بعد شد مهسا آدم بده یا وحید شد آدم بده؟ مهسا که لیلی نمیشناخت، هر هزینه ای هم شده به خاطر من بوده، حداقل شعور این رو داشته باش. تو چی کار کردی؟ تو چی کار کردی برای مهسا؟ حالا خونه من مکان شده، مهسا اراده میکرد روزی 10 میلیون هم میداد ویلا کرایه میکرد. حالا ما اسیر خونه وسط بیابون تو بودیم که از ترس سگا من ساعت 10 به بعد دادم نمیتونست بیاد بیرون. خجالت بکش، خجالت بکش، خجالت بکش، خجالت آور، خجالت بکش.
هر چقدر احترام نگه میداری، هر چقدر سکوت میکنی، اینا فکر میکنن که دیگه وحید دیگه حرفی نداره، وحید ترسیده. وحید ول کن، هزار بار بهت گفتم با من کل کل نکن. اون همه تلاش میکردم، داشتم پیج میزدم برات، داشتم انگیزه میدادم این کارو بکن، یه پیج بزنیم، من ساپورتت میکنم، پیج این کاراتو بزنیم، کاراتو بفروشیم. دو سه بار لایو گذاشتم، کارات رو معرفی کردم و تو منو ساپورت میکنی؟ نمیخوام ساپورت تو. آدمای مثل تو رو من تو خیابون بخوابم خیلی بهتره که بیام تو خونه آدمای مثل تو بخوابم که بعدش اینطوری بخواین گند بزنیم به روح و روان من. حالا میگم مواظب باش اینا رو از دست ندید، جمع کنیم بابا. از دست دادن هیچ کی نه ترسی دارم نه واهمه ای دارم. یه قدم در مقابل یه قدم، یه قدم برداشتین 10 قدم برداشتم براتون. نکنین، اصلا فکر میکنین که من آدم بی چشم رویی هم. آقا نکنین دیگه، الان 1000 و 1000 و چند نفر تو این لایو هن. آقا نکنین، من آدم بی چشم رویی هم، الان دارم اعتراف میکنم، من هیچی نمیفهمم. به من نه محبتی بکنین، نه دعوت بکنین، نه هدیه ای بدین، من هیچ قدر هیچ کدوم از اینا رو نمیدونم. آقا با من کار نداشته باشین، بذارین زندگی خودم رو بکنم، بذارین زندگی خودم بکنم. بکشیم بیرون دیگه، بسه. امشب، امروز یکی از سخت‌ترین روزای زندگی من بود. دیروز بود، نمیدونم که اصلا روزا رو قاطی کردم، چون یکی دوتا اصلا قرص خوردم که هیچی نفهمم. بعد زرزرای اینا رو شنیدم، اوف اوف، کم مونده بود اصلا خودم رو پرت کنم از پشت بین پایین. بسه دیگه، نکبت ها بسه. چی میخواین از من؟ خودکشی کنم راحت میشین؟ یا دیلیت اکانت کنم راحت میشین؟ دیگه منو نبینین راحت میشین؟ مشکلات خودتون حل میشه؟ وحید نباشه مشکلات زندگیتون حل میشه؟ یه مدت لایو نذار. نه بابا، به کوری چشم همه لایو هم میذارم. حالا 1-2 روز دیگه چند تا سفر خوب دارم، من اصلا 4-5 ماه نیستم.
اینا میتونم من رو ایوا کم بیارم، ایوا فلان کس در مورد من بابا صحبت کن، صحبت کن، ولی بدون هر منم حرف دارم برای گفتن. سکوت میکنم این نیست که حرفی برای گفتن نیست. اصلا نفرت دارم یکی من رو تهدید بکنه، نفرت دارم، نفرت دارم، نفرت دارم. بعد بیام از طرف کی؟ اونم یهویی، هیچ اتفاقی نیفتاده، بیاد به این که بر تو محصا بد میشه، این یه دستوره. حالا استوری میکنم پیاماش رو، این یه دستوره، باید پاک کنی لایوهای من. آخه لایوهای تو چی آخه؟ آخه تو مگه تو تصویر اومدی؟ مثلا چه صحبت‌های مفیدی داشتی تو؟ چه صحبت‌های مفید و چه صحبت‌های چالش برانگیزی داشتی که حالا بخوای من هم سیگار کشیدم بلد نیستم، یکی میگفت فقط چستود میکنی سیگار شیکتر نیستم، همینطوری دارم میکشم. میگه چی؟ از وقتی لیلی اومد، نه لیلی نه، از وقتی مهسا اومد چی میگفتن دیروز؟ شادی چی میگفت؟ وحید میگه که حسش، اولا این رو دیبا بار اول گفته بود، دوم این که بعدش مهسا به من گفت، گفت که من ما زنا بیشتر حس میکنیم، من اینو دارم میبینم که شادی حس عاطفی به تو داره، به تو حس داره و همین عامل باعث میشه که این رفتارا رو بکنه. من گفتم من چیزی ندیدم، چیز خاصی ندیدم، ولی اگر باشه هم هیچ اشکالی نداره، ولی خب بیا بگو، بیا بگو آقا من این حس رو دارم به تو، الان چیش بده، بیا حست رو بگو. و این از طرف من نبوده، میگم اولین بار از طرف دیبا مطرح شد این قضیه که من گفتم دیبا چرت و پرت نگو، این حرفا نیست، من چیزی از شادی ندیدم. دومین بار هم از سمت مهسا مطرح شد و سمت لیلی هم مطرح شد، حتی از سمت لیلی هم مطرح شد، چون مهسا اونو میگفت لیلی هم میگفت آره آره خب معلومه دیگه، این معلومه چرا این برخورداره داره میکنه، حتما یه حسایی هست دیگه. ولی من گفتم نه، من چیزی مستقیما ندیدم از سمت شادی. شادی رفیق خوب منه، شادی خیلی با معرفته، شادی خیلی کار کرده، ما خیلی با هم خوب بودیم، میگفتیم، خیلی حرف میزدیم در مورد مسائل مختلفمون، در مورد مشکلاتمون، حالا چه من باشه، حالا بیشتر شادی صحبت میکرد. من چون زیاد آدم صحبت کنی نیستم، خیلی صحبت نمیکنم، بیشتر سعی میکنم که اون فضا ایجاد بشه که طرف مقابل بتونه صحبت بکنه. اونم صحبت میکرد، من چیزی ندیدم واقعا از سمت شادی، چیز خاصی ندیدم بگم که شادی عاشق من بوده، شادی نمیدونم چی، ولی خب این دومین کسیه که این اتفاق افتاده. شادی زن تحصیل کرده و پولداریه، تو رو میخواد چی کار آخه؟ خب تو اگه مردی بیا تو رو دوست داشته باشه دیگه، تو شعورت همین قدره که مثلا فکر میکنی که یه آدم باید پولدار باشه تا یه آدم دیگه‌ای بهش حس داشته باشه، یعنی شعورت همین قدره که همه چیز رو پول میبینی و همه چیز رو مادیات میبینی. نه من طبق معیارهای تو و امثال تو نه آدم نیستم که کسی بخواد من رو دوست داشته باشه. من امروز با دیبا هم صحبت میکردم، بهش گفتم من
باز هم میگم اگر حسی به تو داشتم قطعاً میگفتم. حس جنسی و عاطفی به تو نداشتم. تنها حسی که نسبت به دیبا داشتم این بود که خیلی رفیق بودیم ما با هم، خیلی راحت بودیم، خیلی میگفتیم، میخندیدیم. من با دیبا مشکلی نداشتم. با دیبا گفتیم، خندیدیم، رفتیم اینور اونور، مطلقاً ما مشکلی با دیبا نداشتیم. اصلا مشکلی من با دیبا نداشتم. مشکل من با دیبا زمانی شروع شد که دیبا حمله کرد به شادی، اونم با اون ادبیات. من مشکلم ادبیات و نوع برخورد دیبا بود، نه اینکه حرفش رو نزنه. من به دیبا گفتم دیبا مؤدبانه منطقی یا زنگ بزن یا پاشو بیا یه قرار بذاریم بریم کافه، صحبتات رو با شادی بکن، ناراحتیت رو با شادی بکن، بگو آقا من از این ناراحتم از اون ناراحتم، اگر نه دیبا بر من کاری نکرده به غیر از اون لایف چت کذایی که بعدن گذاشت و اون تحقیرهایی که من رو کرد. و حالا میگم باهاش داشتم الان میگفتم، گفتم واقعا عادت کردم به این تحقیر آدم ها. ولی خب وقتی این تحقیرها از سمت دوستای نزدیک من بر من اتفاق میفته بر من سنگینه، بر من راحت نیست. ولی خب شاید الان 1000 نفر تو لایو هن، هم 900 نفرشون دارن تأخیر میکنن، برای من اصلا اهمیتی نداره. ولی وقتی من با یکی زندگی میکنم، وقتی وقت میگذرونم و وقتی باهاش هستم، کوچکترین رفتار اون روی من تأثیر میذاره. حالا چه برسه به این که حالا هست دیگه، اون لایو چت هست و میتونیم برین دوباره گوش کنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده و چه صحبتهایی شد. میگه که همه پیج فیک دارن، فکر میکنی اینا پیج فیک ندارن. خود لیلی به من گفت که یه پیج فیک بساز من برم لایوهای دیگر ببینم. من پیچوندمش، گفتم من لیلی نتونستم. بعد اومد گفت که خودم درست کردم. الان فکر میکنی نیستن. لیلی هم با پیج فیک خودش چند تا پیج فیک داره. شادی هم میگفت من پیج فیک دارم. همشون پیج فیک دارن. معلومه مهسا هم پیج فیک داره. به خاطر چی؟ به خاطر همین حملاتی که بهش میشه. آره میترسه، میترسه با اکانت خودش. ولی گفتم که با اکانت خودت میای تو لایف، پاشو بیا با اکانت خودت. آقا بذار فوش میخوام بدم به جهنم. آخه به جهنم که میخوام فوش بدن، با پیج خودت بیا به جای اینکه با پیج فیک بیای. همه دارن الان، فکر میگفتم دیگه، حتی پیج فیک نمیدونم لیلی آیم زو بود، نمیدونم چی بود، چند تا صفر داشت جلوش، یادمه، دقیقا یادم. همشون با پیج فیک هستن. حالا اومدن کاسه داغتر از آش شدن، نمیدونم نه ما پیج فیک نداری، این با پیج فیک اومده. اومده آره اومده، اومده حرفش رو هم زده. تو هم بیا، تو هم بیا. بعد میان ایراد میگیرین این آدم پیچه بیا. همه تون داریم دیگه، همه تون داریم. یه فوشایی که نمیتونین بزنین میان با پیچه فیکاتون میزنین. همین خانم لیلی با همون پیچه فیکش میرفت لایوهای زیبا. من به آرها بهش گفتم بابا به اکانت خودت برو. میرفت نمیدونم در مورد میدیدی بر مورد سحر داره کامنت میذاره، در مورد سمیرا داره کامنت میذاره، در مورد زیبا داره کامنت میذاره. بابا ورزه داشته باش، با اکانت خودت برو. فوش هم میخوای بدی با اکانت خودت بده، یا نرو یا برو با اکانت خودت بده دیگه، با اکانت خودت بده. نه زیبا پیج فیک نداره، چون پیج زیبا چندین سال دست من و سحر بود دیگه. زیبا مطلقا پیج فیک نداره. زیبا یه دونه پیج داره، اونم پیج خودش.
مثلا نیازی نیست آخه، خنده داره مثلا بگی که یکی پیج فیک داره مثلا زیبا، از چی میخواد بترس؟ از چی میخواد بترس؟ هر کسی هم میتونه میخواد بره بره. من فعلا دارم صحبت میکنم، فکر میکنین اگر حرفا تکراریه یا حرفا مفید نیست میتونین لایو رو ترک کنه. خدا کنه مهسا لیاقت این همه عشق شما رو داشته باشه. من برای دل خودم دارم کار میکنم و هر حرفی میزنم، هر حسی دارم برای دل خودمه و اصلا انتظار هیچ چیزی رو از هیچ کسی ندارم، از هیچ کسی. قیافه من خسته است. آره خستم، چشام حس میکنم که خواب آلوه. چی کار به زیبا داری؟ حالا مثلا میخوام بگن که زیبا هم اینطوریه، نه زیبا صداقتش برای من ثابت شده است. حالا برای شما ثابت شده نیست دیگه، این مشکل شماست. یه چایی هم میخورم و دیگه میرم، خسته شدم. لایو هم نزدیک 2 ساعت داره میشه، اصلا زمان به قدری سریع گذشته که گم کردم زمان رو. یک روز من فقط هم بگو لیلی با کی خوب بود، چون به همه میگفت جز تو حوصله هیچکی رو ندارم. نه حوصله هیچکی رو ندارم، انقدر آدم درویه که جلو روی تو یه جوریه، پشت سرت یه جوری دیگه. اینو یعنی یقین اگر باور داری حرف من رو، این رو هم باور داشته باش. خجالت آوره بابا، خجالت آوره. دقل ارزه این رو داشته باشین که جلوی روی کسی وقتی یه جوری میخندین دیگه پشت سرش خنجر نزنیم به اون آدم. یا یه سیگار دیگه هم روشن میکنم و میرم این چایی هم تمام میشه. نکش میمیری. نه هیچ اتفاقی نمیفته. 3-4 تا کشیدم، بعد این چای من میخورم و شاید برم بخوابم. چرا پس با ما آشناش کردی؟ خب هر کسی یه ضعفایی داره، من گفتم بذار بیاد تو جمع، بذار تنها نباشه، بذار. یعنی من هر اتفاقی که، هر رابطه‌ای که ایجاد میکنم فقط همین بوده که آدما به هم وصل بشن. من چقدر خوشحال بودم، چقدر خوشحال بودم، حتی تو رو وصل کردم به دیبا، دیبا رو وصل کردم به شادی، لیلی، نمیدونم امیر، از اون ور زری بالا، خیلی آدما رو من سعی داشتم اون دور و بر جمع کنم. حالا بشیم مثلا یه 10-20 نفر، بعد دیگه من گفتم من میخوام برم، شماها باشین برای خودتون، من جای ثابتی که نیستم. من فردا مثلا میخوام برم مشهد، فردا میخوام برم اصفهان، فردا اصلا میخوام برم استانبول یا هر جای دیگه ای. شما برای خودتون باشین، باشین و من همینا رو که از دورا دور ببینم یه دستاورد برای من، یه کار مفیدیه که فکر میکنم که آره وحید تونستی این کار رو انجام بدی، یه 10 نفر رو به هم وصل کنی و اینا دارن با هم حال میکنن، دارن با هم زندگی میکنن. من چه بدونم این اتفاقات میخواد بیفته؟
الان هم مثلا دیروز آدرس من رو میگم، مثلا وحید پرند، وحید پخو، وحید پرند، مثلا میخوان چی کار کنم؟ آقا من پرندم، میخواد چی کار کنم؟ قبلا میدونستیم من نظر آبادم، آدرس لوکیشن منو همه داشتن. آخه چه غلطی کسی کرد؟ اون زمان اصلا تهدیدها 10 برابر این بود، آنچنان تهدید می شدم، آنچنان وسایل وحشتناک زیادی بود. آخه چی کارم کردین؟ الان حالا بفهمین که من به آقا رو پلند پاشین بیاین، کی می خواد بیاد؟ از سیگارش معلومه مهسا پیشش. آره مهسا هم اینجا نشسته. آره دوست داری تو هم باشو بیا، باشو بیا دیگه، زرزرم نکن. نه دیگه آخرین سیگارم. کار یک بار میشه بابا، چی کار میخوام بکنن؟ گفتم دیگه میخوام بیان مثلا چی؟ آتیشم بزنن، چاقو بزنن، اسید بپاشن. بابا بیاین تمومش کنین دیگه، بیاین تمومش کنین. من هر کجا میرم لایبم هم باز میکنم، از این به بعد لوکیشن هم میدم، هر کسی میخواد بیاد. وحید باورت میشه آپارتمان تو رو و سارا دید گفت پرنت هست؟ باشه بابا باشه دیگه، اصلا بدونین تو اصلا خودت هم خواستی بیا، آدرس میدم پاشو بیا. اما میخوان چی کار کنن؟ چی میخواد بشه؟ از کی میخوام بترسم؟ از کی؟ آخر لایبم هم یه آهنگ پلی میکنم و بعد دیگه میرم. پرند خارج از تهرانه؟ آره خارج از تهران، نزدیک فرودگاه امامه. خسته شدم. لایف سیو میشه ولی توی یوتیوب هم سیو میکنم، اینجا سیو نمیکنم. حداقل هفته یه دونه لایف من توی یوتیوب هم باید بذارم، یوتیوب هم کانال هم نخواد. من تا حالا یک کلمه ازت نپرسیدم کجایی یا با کی هستی. دقیقا من دنیا از تو نشنیدم واقعا که بگی کجایی، الان کی پیشته، اصلا نشنیدم. و این خب شعور تو رو میرسونه دیگه. اگه من بخوام خودم میگم دیگه، اگه من بخوام خودم میگم آقا من فلان جا، و این شعور تو رو میرسونه. مسافرت هم میرم لایف رو نمیدونم، حوصله‌اش رو داشته باشم لایف میذارم، نباشه اصلا شاید یه مدتی گم و گور کنم خودم رو. یعنی امروز اصلا تصمیم گرفته بودم پیجم رو فریز کنم، یعنی
یه هفته دو هفته اصلا نباشم، ولی فعلا حالا اون تصمیم رو ندارم، ولی برم مسافرت ببینم حالات روحیم چطوریه و چطوری پیش میره دیگه. یکی نوشته به دنیا که به نظرم نفر بعدی تو باشی و از تو بگه. میرم، سفرهای خیلی خوبی دارم و یه سفر خیلی خوب دیگه هم دارم. اگر اون اتفاق بیفته اصلا کل مسیر زندگی عوض میشه، ولی حالا ببینیم که چی پیش میاد. یا آهنگ رو پلی میکنم و دیگه بریم. یه سیگارم میخوام بکشم.